به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. ببینم چی اون تصویر. خب من می‌خوام خیلی سریع در رابطه با یک چیزایی صحبت کنم. ممکنه خیلی از صحبتام این استنباط بشه که حمله بر خودستایی این بابا اومده بالا، داره پوز خودش رو میده، تعریف خودش رو می‌کنه. ولی در کل می‌خوام تو این زمان 17 دقیقه که با هم دیگه هستیم از یک چیزی شما مطلع بشم. اونم زندگی منه، در کجا شروع کردم و به کجا رسیدم. اینجا هم که الان هستم جای خیلی بزرگی نیست، برای خود من خیلی جای گنده‌ایه و همین که الان اومدم اینجا دارم صحبت میکنم بهش افتخار میکنم. ولی یه مقدار بریم وارد زندگی خصوصی من بشیم، نه خیلی خصوصی ها اونطوری که دوست داریم، یه نمی خصوصی. بعد میریم راجع به یه سری کارهایی که باعث شد الان من به عنوان اول سخنران تدکس اینجا بخوام برای شما صحبت کنم، حضور داشته باشم. خب اینه، من بچه که بودم در شمال زندگی میکردم، یک در روستاهای شمال که خیلی عقب موندم بود ولی خیلی خوش آب و هوا بود. خب این عکس بچگی های منه، البته من شرمندم، عکس درست اینه، اونایی که با فلشه اینه، اون که دامن پاشه منم. من بچه اول خانواده ما یک پسر بود، مادرم دوست داشت بچه دومش دختر باشه و شما خانوما بیشتر میدونید، خانمای اون موقع 45 سال 46 سال پیش مامانم که باردار بود و می‌دیدن میگفتن لپت اینطوری شده، لبت مثلا زخم شده، چشات اینطوری شده، این یعنی تو دختر فارغ میشی. و مادر منم یک سیسمونی برای تا 2 سال تهیه کرد که لباس دخترانه بود. شرمندم که بگم من تا 2 سال لباس دخترانه می‌پوشیدم. بعد یکم دیگه بزرگتر شدم فلان اینا، خوشتی مشکل شدم. پدرم کارشناس چای کشاورزی بود، یعنی در حقیقت ما اصلیتمون شمالی نیست، فقط اونجا زندگی میکردیم. بعد دیگه همینجوری یه سری عکس سریع ببینیم. آها، من عشق بروسلی بودم. اونایی که همسن و سال من 45 سالشونه میدونم بروسلی اون موقع میترکون دیگه. حالا این در پیتار جکیچان و پکیچان این چیزا اومدن جتلی، ولی هیچکی بروسلی نمیشه. هر عکسی میگرفتم یه اف بروسلی داشتم. یه چیزی هم خدمتتون بگم، اینا رو بعد این دارم نشون میدم که بگم من موقعی که 3 سالم بود، روز مادر پدرم به من گفتش که اینا رو، حالا من همه چیز یادم نیست، ولی پدرم به من گفتش که بابا جان بگه مثلا نقاشیت خوبه فلان، چون من نسبت به داداش بزرگم خوب هنرتر بودم دیگه. روز مادر نمیخواد مثلا من به پول بدم چیزی بخری، بیا یک نقاشی بکش. و من یک نقاشی کشیدم که یک مادر، یه بچه بودم، به مادرم هدیه دادم. اولین فریم زندگی من، اولین فریمی که خلق کردم و جواب داد اون فریم بود. ای کاش نقاشی رو داشتم. دیدم که با یک نقاشی 3 نفر شاد کردم. استارت شاد کردن مردم، استارت این که با کار هنری بتونم در حقیقت مردم رو شاد کنم، از اونجا زده شد. بعد دیگه همینجوری بزرگ شدم. ما 12 سال در حقیقت شمال بودیم. سال 57 اومدیم تهران. سال 57 اومدیم تهران، خب شروع انقلاب بود، ما بالاخره درگیر انقلاب و این چیزا بودیم. من تا اون موقع نمیدونستم که عشق هنر بودم، عشق نقاشی بودم. تو مدرسه میترکوندم مثلا، نقاشون از همه بهتر بود، ولی اون موقع مثل الان، خب الان ما این جایی هستیم که اکثر رو علمی و فنی و این چیزایی به هنر خیلی اهمیت نمیدادن، یعنی میگفتن خب تو ریاضیات ضعیف فلان این چیزا. من یه چیزم با افتخار خدمتتون بگم، من 5 ابتدایی، 3 راهنمایی و 4 نظری رد شدم. یعنی من در کل دوران تحصیل متاسفانه نظر خیلی یا جزء خنگ‌ترین آدمای مدرسه بودم، ولی به واسطه اینکه نقاشی اینا خوب بود، خب تحویلم میگرفتن. رفتم رشته اتومکانیک. من موقعی که رفتم رشته اتومکانیک هم عشق ماشین بودم و هم نمیدونستم که در حقیقت یک اون زمان مثلا دانشگاهی مدرسه وجود داره که هنر، یعنی هنرستان هنری نمیدونستم وجود داره. برای همین رفتم رشته اتومکانیک. این ماشین منم سال 63. یه زمانی کارم خرید فروش ژیان بود. ببین اینا رو دارم میگم که ببینین بعد به کجا رسید قضیه. در کنار تمام این کارا من نقاشی هم میکشیدم، منتها خیلی جدی و حرفه‌ای نه. من ژیان میخریدم و ترتمیز میکردم، رنگ میکردم، چون من دستفروشی کردم، بادکنک فروشی، ناخونگی فروختم، نقاشی کار کردم، تو گالری نقاشی در حقیقت، صافکاری، نمیدونم، خیلی از کارها رو انجام دادم. تمام اینا جمع شد
و با 30,000 تومان سرمایه شروع کردم خرید و فروش جیان. اونجا هم نمیشد زنگ دو شرخه. بعد افایی هنری که داشتم مثلا اینجا پیاده میکردم، مثلا ماشین من بوق نداشت، زنگ داشت. اونایی که اون موقع تو تهران بودن خب این ماشین رو میشناختن. بعد یه زمانی دیگه رفتم تو مایه این که در حقیقت وارد دانشگاه شدم. یک معمولا برای آدمای هنری یک نفری که زندگیشون عوض میکنه، یعنی شما کار هنری میکنی، نقاشی میکشی، انیمیشن میسازی، زحمت میکشی، ولی یک جای یک نفر رو تاثیر میذاره. من موقعی که رشته اتوماتیک بودم یک استادی داشتم به نام آقای محضر، استاد ادبیاتم بود. خیلی همیشه میزدن تو سر من میگفتن چرا ریاضیات ضعیفه، تو چرا شیمی ضعیفه، فیزیک ضعیفه. من مثلا زمان دانشگاه زبان و زبان انگلیسی شدم نیم، یعنی زبان دوی دانشگاه شدم نیم. بعد استادم گفت من کسی خیلی واقع دیوانه، تو حداقل صفر میشدی، اگه صفر میشدی خیلی خوب بود. شما میگفت که مثلا به سیستم آموزشی معترضی، نمیدونم تو سیاسی زار تو چیز میتونستی بگی. بعد موقعی که شدی نیم یعنی تمام انرژی تو گذاشتی با تمام حرفا. من به شدت تمام درسام ضعیف بود، فقط هر چی که رفت به یه نمونه هنر داشت و اینا خوب بود. یک زمانی فهمیدم که آقا با کار هنری میتونم تمام کمبودهای خودم رو جبران کنم. من حالا یکی دو نفر تو این جمع هست شاید موافق این حرف من نباشن که بگم، ولی اون زبانی که باید تیپ داشتم، خوشتیپ بودم، پول داشتم، اینا هیچ کدوم اینا نداشتن. هیچ کسی من تحویل نمیگرفت، جنس مؤنث دارم میگم. برای همین دیدم با کار هنری چقدر جالبه. یعنی من موقعی که کار هنری میکنم، مثلا موقعی که اومدم دانشگاه با کار هنری خب میتونم خیلی جلب نظر بکنم. پس شروع کردم کار هنری، یعنی کار هنری مثلا عکس بیرونی شلیک میکرد، یعنی نقاشی میکشیدم، کار میساختم، کاریکاتور میکشیدم. دیگه رفتیم تو سال 72. اینم عکس بعدی چیه؟ این حالا باشه. سال 72 مهمترین سال زندگی منه. ازدواج کردم، اول جایزه بین‌المللی تو ایتالیا گرفتم، وارد شغل انیمیشن شدم. خیلی اتفاقی من کارم انیمیشن، ولی انیمیشن اصلا دوست ندارم، ولی چون درآمد برام داره و کار باش میکنم سعی میکنم تمام توانم روش بذارم. یه چیزی یاد دارم بگم، من موقعی که نوجوان و جوان بودم یک عالمه رفیق داشتم، مخصوصا ما 8 تا بودیم که تو این 8 تا 5 تا اسمشون مجید بود. مجید ایتالیا، مجید پانک، مجید خوشگله، مجید میرزا، مجید بلک با یه نفر دیگه. اینا اون موقع ما اونا دوستای ناباب من بودن، منم دوست ناباب اونا بودم. بعدا اینو میخوام بهتون بگم، یعنی اون موقع پدر مادر اونا میگفتن با بهرام نگرد، پدر مادر من میگفتن با این 5 تا مجیدا نگرد. ولی اتفاقی که افتاد بعدا میگم از تمام اینا من چجوری استفاده کردم تو زندگی. سال 72 اتفاق بزرگی دیگه بود که ریش گذاشتم. از سال 72 تا الان ریشامو نزدم. خوشبختانه پولی که برای آرایشگاه باید صرف بکنم الان هر چی زندگی میکنم. بریم سراغ کارهای هنری. این معروفترین کاریکاتور من، در اصل من کاریکاتوریستم که اومدم رو برنامه شنا بودم، این انقدر من جایزه باش گرفتم که تقریبا یه خونه باش خریدم. من هر جایی مشتری تک میدادم در جشنواره بین‌المللی کار اول میشد. خب موضوعش هم مشخص پیس و خیلی هم راحت به این رسیدم. موضوع جشنواره تو برزیل بود که اولی بار اول شد صلح و آتش بس و این چیزا. من گفتم خب چه چیزی آتش میزنه کبریت، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه. خب اگه این کبریت گوگل نداشته باشه دیگه آتش نمیزنه. این کارو کشیدم. اینا کارهایی که هی 4-5 تا پله من هی انداخت جلو، کارهایی که خیلی تو دنیا مطرح شد. این پوتینیه که پای یه توریست بوده و داره برای دختر دمپایی های زنونه و دخترانه که تو اتاق اینو بیرون نمیاد داره پوز سفره خارجیش میده و مخشونو میزنه. این یه فوتبالیستیه که میگه جایی که بیا مثلا فاتحه میخونی سر قبر من یه دست فوتبال دستی بزنیم که اون دنیا صفا کنه. اینا کاره که میگم خیلی استقبال شد تو دنیا ازش. موزه هنرهای معاصر الان معاصر ایران ها راجب خیانته. حالا سریع ببینیم اونایی که تیزن سریع متوجه میشن، ولی حالا میزنم بعدی. این کاری بود که کارپوستال شد در رابطه با عشق بود. این یه کاری بود که انستیتو گوته آلمان سال 2000 این از من خرید تو کتاب درسی های ابتداییشون قرار بود چاپ شد که چاپ هم شد. تو کتاب فارسیشون بسی که میخواستن چاپ کنن. این یه کاری بود که به من گفتن آقا راجب اینکه مزاحمت های یابونی و مطلق گویی و فلان و آدم های بد موسیقی موچرگ و این چیزا کار کن،
بعد وقتی نمیتونیم مرتبک بدلک این چیزا رو همه چی که نمیتونیم کار کنیم محدودیته باید شد من این کار انجام دادم که این کارم خیلی ازش استقبال شد. این خاله معلوم به کریسمس بابا نوئل مریض حالا یکم بچه از شومینه اومده داره به شدیه میده بابا نوئلش هم خیلی شبه خودمه. میگم اینا رو برای این دارم نشون میدم که بگم هر کدوم اینا یک تحولی تو زندگیم بود. این آخرین کارم یک جایزه بزرگی جشنواره دونکیشوت آلمان رو برد، یک جنینیه که دیگه خود تو شیشه تو آزمایشگاه نگرش میذاره ولی هنوز امید به زندگی و پدر و مادر. این هم که راجب فرپله یه اون که دیگه به صورت برامخانه دیگه آخر فرپله یه دیگه مثلا یادش طرف مقابلش حال مصروف شده داره کمکش میکنه. این هم کارت عروسیمه 72 کارت عروسیم اینطوری بود. بعد من فکر میکردم خیلی تبیه کندم ما چه آدم هایی من و خانم ها چه با شعوریم که سراغ کاری که داریم اومدیم همه تو فامی مسخره میکرده این همه مسخره میکردم مثلا به عنوان آدم های عقب افتاده ما را میپنداشتن. خب حالا بریم سراغ انیمیشن. ببینید گفتم من به انیمیشن علاقه ندارم. یک آگهی در روزنامه کیهان باعث شد که من رو به انیمیشن بیارم. بعد که انیمیشن شروع کردم خب معروف‌تر انیمیشن هم انیمیشن‌های راهنمای رانندگی، انیمیشن‌هایی که خب خیلیاتون دیدین. تمام تجربیات، تمام رفیقای خلافکار، تمام خلافی که من در رانندگی داشتم، اسپورت کردن ماشین، تمام کارهایی که می‌کردم همه رو ریختم تو این کارا. بچه کلاما شوخیا بعد اینا گل کرد تا موقع یه عالمه روانپزشک و روانشناس اینا میگفتن نه با فرهنگ مردم اینطوری بازی نکن، همه آدما مؤدب باید باشن، با کلاس باید باشن. من گفتم آقا ول کن این چیزا رو، تمام ما که افه فرهنگ و هنر و سواد و شعور داریم هممون موقع رانندگی هممون خلافکاریم و اتفاقا اونایی که ظاهرا خیلی باشعورتره تو رانندگی خیلی خلافشون هم بیشتره. با تمام حرفا انیمیشنر راهنمای رانندگی ساختم که زندگی من عوض کرد. البته هرچند قبلش من انیمیشنر بابا برقی رو ساخته بودم. انیمیشنر دیگه هم همه تو همین مایه است، یعنی خیلیاش اینطوریه تا اینا مثلا انیمیشنر در واقع با برق بود. یه ویژگی دیگه که بالاخره کار داشت کاری بود که دل مردم بود، همین که من تو کوچه و بازار و فلان و کار این چیزایی که داشتم، زندگی که داشتم، زندگی که با مردم داشتم. من آدم نازپرورده ای که توی خونه مثلا پولداری و فلان و روزا شیر بخورم، مثلا صبحی که دارم میرم مدرسه میذارم مادر منو ببوسه آرزوی موفقیت بکنه، از این چیز میزا نداشتم. ما مثل زندگی همه. بعد که اومدم شروع کردم برای مردم اومدم کار ساختن و فرهنگ سازی کردن، در حقیقت از تمام تجربیات تونستم استفاده کنم. اینا هم باز یه سری انیمیشن هاست. این مثلا راه حل ترافیک پیشنهاد کرده بودن رو پشت بونه ماشینا رو پارک کنن. یه انیمیشن به نام ماسوله، اگر الان سرچ کنید تو اینترنت هست خیلی هم سرسده کردی. یه انیمیشن 10 دقیقه‌ای که خیلی گریه داره. جالب اینه که من اینو میخوام بهتون بگم، من موقعی که فهمیدم در حقیقت میتونیم آدما رو شاد بکنیم، یعنی من با شاد کردن مردم و یک فلم تو 3 سالگی کشیدم و دیدم که هر چقدر تعداد این فلم ها بیشتر میشه، هر چقدر کارهای من بیشتر میشه، مردم بیشتر لذت میبرن، بیشتر استفاده میکنن، بیشتر شاد میشن. بعد شروع کردم موقعی که رو به انیمیشن آوردم، مثلا من پارسال برای همین انیمیشن تو مکزیک جایزه گرفتم، رفتم یه سالن یه گوشه نشستم و دیدم که یه عالمه آدم مکزیکی و کشور دیگه دارن فیلم میبینن. برای جایزه گرفتن رفتم داد که ایشان هم داشت و یک سری این آدم ها گریه کردن. ببین خیلی لذت داره اونایی که جای من بودن یا اگه همچین حسی رو تجربه کردن میدونم من چی میگم. شما یه کاری بسازید تو تهران، نمیدونم تو یه منطقه با 4-5 رفیقات، یه دفعه بری با این کار دور دنیا رو بگردی و هر جا بری اشک مردم در بیاری یا روشون تاثیر بذاری. این مهمترین کاری که انجام دادم 129600 فریم آخرین کارمه. با این میخوام میلیون ها آدم رو شاد بکنم. انشالله عید 92 این کار قراره اکران بشه. یک فیلم سینمایی انیمیشن، بازیگرش هم که خوب میشناسین، خانم تهرانی مدیری رادان اینا. ببینید من یه چیزی میخوام بگم، اگر اینکه دارم میگم نگین داره پوز میده، نگین داره فلان، ولی خدا شایده من شاید اگه یک برگه برنده داشته باشم فقط همت و پشتکارم بوده و اگه نه نظر کیفی کار من نسبت به خیلی ها پایین تره. من اینو مطمئنم اگه آدم انرژی بذاره رو هر کاری خدا کمکش میکنه. بعد خدا خیلی بعضی وقتا خنده داره آدم رو کمک میکنه. ببین من اینقدر انرژی گذاشتم تو کارام که یه عالمه بیننده جذب کردم. همیشه دوست داشتم یک کار سینمایی بسازم، کار سینمایی میلیارد تومن، یعنی 4-5 میلیارد تومن حداقل تو ایران خرج شه. یه روز که قرار بود بیام خونه، خانمم زنگ زد گفت شام نداریم. گفتم برکن بابا بازه امشب هم شام نداریم، تو رو خود شام درست کن فلان. گفت نه باید کباب بگیری، کباب هم مثلا باید بری تو پاسداران کبابی گلپایگانی فلان جا بگیری، دیگه بدترین چیز ممکن.
آقا من رفتم اونور. از اونورم یه آدم دیگه به نام آقای ابوالحسنی که الان نمیدونم کجاست. الان همینجا نشستم. آقای ابوالحسنی هم که اصلا ما همدیگر نمیشناختیم. خانم ایشون هم گفته بود داریم یه سر کار، حالا اون خونه‌ش یه جای دیگه، من خونه‌م یه جای دیگه. تو هم باید بری کبابی گلپایگانی کباب بگیری. آقا ما دو تایی تو چلو کبابی بودیم. ایشون گفت تو قیافت تو هم عظیمی فلان. آقا تو کار کن، منم پول دارم، یه با هم دیگه کار می‌کنیم. الان 6 7 سال دارم با این آدم کار می‌کنم. خدا وعده من و آقای ابوالحسنی توی چلو کبابی بودش. ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم و شروع کردیم این کار بزرگ که 4 میلیارد تومان هزینه شد و ساختیم. یه سری تصاویر این کار، امیدوارم این کار اکران شه و پیشبینی میشه که این کار در حقیقت بیشتر فروش داشته باشه. حتی خیلی از کسایی که هستن در کار سینما میگن که این کار میتونه رکورد حالا فروشو بزن ان شاء الله. من خود دوام کنم، منم پول داشته باشم. من دوست دارم پول داشته باشم. من یک فرمای از این کاره. آخر صحبت ها ما 2 دقیقه از این کارو میگیم. این کار در حقیقت بزرگترین پروژه‌ای که در حقیقت تو ایران کار شده. من یه چیزی بهتون بگم. الان شما خیلیاتون علمی و نمیدونم این چیزا هستین. اهل حساب و کتاب و ریاضیات و اینا. تو نه خیلی پوز میدی، یعنی مثلا تو اخبار گفتم میگه ما با تکنولوژی نمیدونم نانو نمیدونم فلان دست داد، ما فلان چیز اختراع کردیم، اکتشاف کردیم، رئیس جمهور پوزشو میده، نمیدونم خیلی از مدیرا رئیسا پوز میدن، ولی من اینو بهتون بگم، ما به تکنولوژی ساخت انیمیشن سینمایی دست داده کردیم تو کشورمون. اینو اونایی متوجه میشن که درگیر این جریانات باشن. ببینید من به عنوان یک ایرانی موقعی که خیلی از کشورها میرم جشنواره که دعوت هم حقیقت رو بگم، حالا نمیدونم اینو میذارم تو این در حقیقت فایلی که رو اینترنت باش یا نباشه، ولی شما این چیزو بدونید به عنوان یک ایرانی جشنواره دعوت میشم، جالبه که مثلا من داورم خیلی جا جشنواره خارجی که میرم، یا حالا مثلا کارم برنده شده 30-40 تا مهمونی، تا 2-3 30-40 تا مهمون از کشورهای دیگه، حالا تو ایتالیایی، فرانسه، چینی، هندی، مکزیکی، تا دوست دوست احمد کسی من تحویل نمیگیر. همین که میفهمن من از ایرانم، چون نمیدونم تو ایران چه خبره، چون تمام چیزایی که به خورد اونا دادن همش راجع به درگیری و جنگ و فلان و فلان این چیزا بود. تا موقعی که ریش من رو میبینن ممکن دوست داشتن بارا شده تیکت این که مثلا این طالبانه به من انداختن، ولی با تمام این حرفا دو روز که میگذره، موقعی که نوبت ورکشاپ من میشه، موقعی که نوبت داوری من میشه، یه تیکای از فیلم ها از کارامو نشون میدم، باورتون نمیشه اصلا همه چی از اون رو به اون میشه. یه دفعه مثلا من یا آقای ابوالحسنی یا ایرانی های دیگه ای که اونجا هستیم، حالا اصطلاح خودم میشیم گل سرسبد و نرسم، به خاطر اینکه واقعا اون رو نمیدونم تو کشور ما چه خبره، ولی حرفا میخوام جمع کنم. آخرش 2 دقیقه از انیمیشن تهران 1500 فقط پلان اولش رو ببینیم که دوربین رو سمت تهرانه، اینو میخوام ببینیم. اینو بهتون بگم من واقعا حرف کلیشه‌ای رو میزنم، کوچکتر از اونم که بخوام خیلی شما رو نصیحت بکنم، حرفی بخوام بزنم یا حرف پندآموزی بزنم، ولی به خدا قسم به جان دو تا بچه‌ام هر کاری میخوان بکنین، هر آرزویی دارین، میشد که آرزوتون معقول باشه، معقول باشه آرزوتون. اون روزی که من آرزوی اتومبیل داشتم آرزو داشتم یه رنوی 5 داشته باشم، اصلا آرزو نداشتم یه بنز یا یه بی ام وی نمیدونم مدل بالا داشته باشم. خورد خورد من به تمام آرزوام رسیدم، برای اینکه آرزوام آرزوهای خیلی گنده‌ای نبود، معقول بود، و همت و تلاش و دوستانی که داشتم، آدمایی که در کنار من بودن. خیلی وقتا ماها که به جایی میرسیم آدمایی که اطرافمونن ما رو بزرگ میکنن، منتها اینقدر گنده میشیم که اون پایین رو دیگه نمیدونیم، ولی من خودم به شخص مدیونی یک عالم آدمایی هستم که تو این 45-6 سال از همون پدرم که اون روز پول نداشت بعد میخواست نمیدونم خصیص بازی در بیاره، پول ندارم برای مامانم هدیه بخرم، به من گفت تو نقاشی بکش، استارتش اونجا زد بابام، تا اون کسی که تو مدرسه بود، تا همسرم، تا اطرافیانم، تا دوستانم، تا همکارانم باعث شدن که امروز من بیام اینجا برای شما صحبت کنم. قدر دوستاتونو بدونین، مخصوصا قدر دوستایی که ناباب بهشون میگه، قدر دوستای نابابتون رو خیلی بیشتر بدونین. خیلی متشکرم. حالا بدین انیمیشن بدونین.